بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری حضور شما بیننده های خوب رادیو و تلویزیون معراج. به برنامه سلامت خوش آمدید. همانطوری که در آخرین قسمت سیگنال برنامه متوجه بودین نوشته بود سلامت، ما هم آرزوی سلامت و تندرستی برای شما داریم. این برنامه همونطوری که در جریان هستین هر هفته به نشر میره و همراه با کارشناسان صحی که در مورد موضوعات مختلف صحی صحبت میشه. من قدرت الله حمیدی هستم همراه با مهمان امروز برنامه سلامت و امیدواریم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنیم. اما امروز همونطوری که در آخرین برنامه از سلسله ویژه برنامه های ویژه رمضان در بخش صحت هستیم و همچنان امروز میخواییم که با پایان دادن به این فصل از برنامه که مخصوص ماه مبارک رمضان بود اختصاص بدیم به تغذیه مناسب بعد از ماه مبارک رمضان، اینکه چگونه تغذیه بعد از ماه مبارک رمضان داشته باشیم. حالا وقتی ما در ماه مبارک رمضان بدن خود یا معده خود یا بالاخره در مجموع وجود خود تا اندازه او را میزان میسازیم با نوع غذا و خوردن نوع غذاهای مختلف یا بالاخره انواع و اقسام نوشیدنی ها و یا استراحت، چگونه حداقل بعد از رمضان یک رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم تا اینکه فرد سالمی بمانیم یا حداقل اگر میوه یا غذای چیزی میل میکنین بفهمیم که چقدر از اون میل بکنیم که ضرری به وجود ما نرسونه و بدن ما نرسونه تا اینکه فرد سالمی باشیم. امروز همونطوری که گفتم میخواییم در ارتباط به تغذیه مناسب بعد از ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم، اما قبل از اینکه من سوال داشته باشم مهمان برنامه رو برای شما معرفی میکنم. جناب دکتر صاحب عبدالواسع امینی معالج امراض داخله که اینجا در استودیو با ما هستن. جناب امینی صاحب بسیار خوش آمدیم و تشکر از اینکه وقت گذاشتیم. سلام و عرض ادب خدمت شما، همکاران گرامی شما و بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون جهانی معراج. سلامت باشین. امید که خوب و خوش باشین و ماه رمضان را به خوبی و خوشی سپری نموده باشی. زنده باشی. نام خدا در ماه مبارک رمضان تر و تازه مانده اینه. دیگه میبینیم بعضی ها هیچی دیگه وجود اینا نمانده، شما الحمدلله خوب مانده. مثل اینکه اصلا این تغذیه خوبی داره. اگه ما و شما و مسلمانان عزیز ماه رمضان را درست پیش ببریم و تغذیه خور کنترل کنیم، عبادات خور صحیح انجام بدیم، خود از اون ثواب شادبی کل بدن انسان، جلد و معده و همه سیستم بدنش تنظیم میکنه و یک استراحت خوب برای به اعضای بدن انسانه که شکر خدا تا جایی که امکان داره تغذی خورم و خوب پیش بردم و عبادت رم تا جایی که شد انجام دادم. بح بح، نور علی نور شده. من برنامه های قبل با دکتر صاحب حیدرزاده صحبت داشتم، دکتر در بخش اعصاب و روان بودم، حتی میگفتن که وقتی ما روزه میگیریم در ماه مبارک رمضان میشه گفت که روی اعصاب و روان هم تاثیر میگذاره، تاثیر مثبت میگذاره، میتونه اینکه یک فرد آرامش به دست بیاره و بعد از رمضان هم میتونه که همین آرامش و همین روحیه مناسب در او چی بشه، دوامدار بشه. پس در هر بخش اگر فکر بکنیم از لحاظ طبی تاثیر خود داره، تاثیر مستقیم خود داره. به گفته شما پیشتر گفتین که شادابی برای جلد، برای بالاخره روح و روان در همه بخش ها میتونه که تأثیر گذار باشه. اگه ما عمیقا فکر کنیم به فرایضی که خداوند جل جلاله برای ما و شما فرض کرده، مثلا نماز، روزه، اینا رو اگه ببینیم هر کدوم یک فایده خوبی برای ما داره. بهانه که مثلا روزه گرفتن ثواب پاکی بدن از چربی ها و سموم و مواد زایده بدن میشه و خود مثلا نماز خواندن یک ورزش خوبیه، در حالی که تمام جهانیان میگن ورزش کنین روزانه نیم ساعت یا یک ساعت، در واقع خود اسلام برای ما و شما روزانه پنج وقت نماز رو فرض کرده، در پله از او چند وقت ما نماز سنت هم که داریم، خود از او ثواب تندرستی بیشتر مسلمانان میشه اگه به درستی ما بتونیم روزه و نماز رو ادا کنیم. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میریم سراغ موضوع برنامه. همونطوری که در ابتدای برنامه هم صحبت کردم گفتم بحث
تغذیه مناسب بعد از ماه مبارک رمضان هست. موضوعی هست که خیلی ها شاید نسبت به این دغدغه داشته باشن که چطور ما حداقل یک تغذیه مناسب بعد از ماه مبارک رمضان داشته باشیم. اینکه اگر همانطور مثل که گذشته ما صبح و چاشت و شام ما قضا میل میکردیم و قضای آن هم قضای سنگین یا قضای زیاد، میشه که یک فرد مثلا سالم باشیم یا ای که بالاخره حداقل این گونه که پیش میریم میشه تغذیه مناسب به او نام داد؟ ابتدا خوبه که در ارتباط به تغذیه مناسب صحبت بکنیم که شامل کدام بخشا میشه اصلا همین خود تغذیه مناسب. خود ماه مبارک رمضان چیزی که ما پیشتر هم گفتم یک فرصت استثنایی برای مصرف شدن چربی های اضافه بدن، سمومی که به بدن از طریق مواد کنسرو شده و انرژی باب اینا میگیریم اینا مصرف میشه و سبب استراحت بیشتر اعضای بدن میشه. و اگه ما بتونیم بعد از ماه مبارک رمضان منظم سه وعده غذایی غذای خوب بخوریم، مثلا صبحانه و چاشت و شام، و بین از این سه وعده ما دو وعده میان غذا هم داشته باشیم، دو وعده میان غذایی مثلا ده بجه و عصری، که از این دو وعده یکی را اگه بتونیم از میوه‌جات استفاده کنیم و یکی از سبزیجات و پرخوری‌های اضافه هم جلوگیری کنیم، یک فرصت استثنایی و زودی بیمار نمیشیم و جلوگیری از اکثریت بیماری‌ها هم میکنه منظم غذا خوردن و به ترتیب غذا خوردن. پس این به دست خود ما هست که چگونه بدن حداقل بخش بندی بکنین یا بالاخره در نظر بگیریم موارد. بله، یا خو اگه یکی از وعده های مهم غذایی صبحانه که متاسفانه اکثریت مردم یا صبحانه دیر میخورم یا اصلا نمیخورم، میگم ما اشتها نداریم. یک وعده غذایی خوب تا اندازه غذای چاشته که او بالعموم همه استفاده میکنم، و یک وعده غذایی شامه که او متاسفانه ما غذای اساسی ما بیشتر به شب استفاده میشه، یعنی غذای سنگین، غذای سنگین به شب استفاده میشه که این کاملا به ضرر بدن انسان ها میباشه. اگه ما بتونیم یک صبحانه عالی بخوریم، چاشتر غذای بهتر بخوریم و شب از غذای سبکتر استفاده کنیم، به نیاز به دکتر و بیمار نمیشیم. و اگه بتونیم میان وعده های غذایی رم شامل میوه‌جات و سبزیجات اینا اگه باشه استفاده کنیم، این هم یک کار خوبه. پس غذایی که حالا فرض بده بگیریم که سنگین تر هست مثل برنج یا گوشت یا امثال اینها، چه به کدام زمان بیشتر بخوریم؟ شما که میگیم که شب، یعنی درست نیست که ما غذای سنگین استفاده بکنیم. غذاهای سنگین را اگه ما و شما بتونیم به چاشت استفاده کنیم بهتر هضم میشه و بهتر موادی که ما ضرورت داریم بدن میتونه جذب کنه. ما وقتی که غذای سنگین رو به شب بخوریم و بعد از اون هم باید مثلا 3 ساعت 4 ساعت ما و شما بیدار باشیم که اونا به هضم و جذب برسه. متاسفانه اکثریت مردم غذای سنگین رو به شب میخورم، یک ساعت تا یک و نیم ساعت هم بیدارم و بعد از او میرم به طرف استراحت، که خود از او سبب مختل شدن هضم و جذب مواد خود مواد غذایی میشه و سبب امراض هم میشه. بسیار خوب دکتر سیب، بحث منظم خوردن غذاها پیشتر اشاره میکردین و گفتین که وقتی ما بخش بندی میکنین بعد حداقل به طور منظم به او بپردازیم، یعنی اگر هم صحبت هست که بالاخره میخوایم میگیم که اولا من نمیفهمم غذای مناسبی میخورم یا ای که تغذیه مناسبی دارم، بعد عملم همون گونه باشه دیگه، بعد صبح یا چاشت یا شام. خب حالا وقتی از اینها صحبت میکنیم چه فوایدی داره همین منظم خوردن غذاها و یا بالاخره به ترتیب خوردن غذاها و اینها؟ ما و شما اگه بتونیم منظم غذا بخوریم چندین خوبی داره. یکی که قند خون رو کنترل میکنه، سبب افت قند خون نمیشه. یکی دیگه انرژی که ما به طی روزمره ضرورت داریم او رو تامین میکنه. ما اگه مثلا یک وعده غذا بخوریم، صبحانه مثلا غذا بخوریم، باز چاشت نخوریم، باز شب اگه غذا بخوریم،
بین از اینکه یک وقفه بیایه سبب از این میشه که قند خون افت کنه و انرژی کم شه، سبب سرچرخه‌ای و دلشوره‌ای و بعضی امراض میشه. اگه بتونیم به طور منظم صبحانه، چاشت، شب و میان وعده‌های غذایی بخوریم، قند خون هم افت نمیکنه و با کمبود انرژی هم ما مواجه نمیشیم. پس اینطور که شما اشاره میکنین، اگر ما منظم نخوریم، غذا نخوریم، همین نخوردن غذا هم ضرر میرسانه دیگه. بله، یا مثلا بعضی از افراد به خاطر از اینکه میگم وزن خور کم کنیم، یا صبحانه را از وعده غذایی خود حذف میکنم یا غذای شب حذف میکنم، که این یک اشتباهه. وقتی که ما یک وعده غذایی را حذف میکنیم، سبب از این میشه که با کمبود انرژی مواجه بشم و با افت قند خون مواجه بشم و سبب لاغری هم حتی نمیشه، به خاطر که ما و شما یک وعده غذایی را از غذای روزمره حذف کنیم، مثلا صبح اگه حذف کنیم مجبور میشیم چاش باز از اندازه طبیعی بیشتر بخوریم. از اندازه طبیعی که ما و شما بیشتر خوردیم، خود از او فشار به سر معده و سیستم هضمی میاره، خود یک مشکل ایجاد میکنه. و یا اگه مثلا غذای شب رو کلا حذف کنیم، خود از او سبب بعض امراض میشه، که اگه خواسته باشیم بهتر زندگی کنیم، صبحانه رو باید صبحانه کاملی بخوریم. چاشت هم خوب گفتیم اگه بشه غذا سنگین ما و شما به چاشت استفاده کنیم. شب اگه بتونیم مثلا از ترکاری باب، سالاد اینا استفاده کنیم بیتره، هم معده و سیستم هضمی اذیت نمیشه و هم ما میتونیم بهترتر استراحت کنیم و صبح سرحالتر و با نشاط از خواب بیدار شیم و به کار روزمره خوب چی کنیم شروع کنیم. بله دکتر صاحب، حالا ما وقتی از غذا صحبت میکنیم، خب مجموعی غذاها در بر میگیره، غذای سنگین و سبک و همچنان حتی میتونن که سبزیجات را هم بزو اضافه بکنین. آیا مایات هم جز همین بحث رژیم غذایی و بعد اینا شامل میشه و تاثیر داره نسبت به تنظیم و بخش های مختلفی که ما برای خوردن غذا در نظر میگیریم، باید مایات هم در کنار اینا باشه یا خیر؟ خود مواد غذایی خود شامل چند بخش میشه، که از جمله مثلا یک بخش از او مایعات، یک بخش از او لبنیات، یک بخش از او پروتئین های، یک بخش از او میوه‌جات و سبزیجات، که اگه ما بتونیم به طور متواتر همیشه از اینا بتونیم استفاده کنیم، کم استفاده کنیم، همیشه استفاده کنیم، خود و سبب سلامتی و تندرستی ما میشه. و خود مایعات که یک بخشی از مواد غذایی هست، سبب از این میشه که ما هرچی مایعات بیشتر بگیریم، سبب دفع و سموم از بدن میشه، سبب رفع بیخوابی و خستگی میشه، سبب سرحالی میشه و سبب تنظیم شدن درجه حرارت بدن میشه. پس فواید داره مایعات؟ مواد غذایی که گفتم هم فواید خود داره، که مایعات خود درجه حرارت بدن رو تنظیم میکنه، دیگه سبب رفع خستگی میشه و ما هر انسان اگه بتونه روزانه 2 لیتر، حداقل 2 لیتر از مایعات استفاده کنه و بیشتر از آب نظر به دیگه مایعات، بیشتر برای بدن فایده میرسانه. خب باز چطور که امینی صاحب وقتی سر سفره نشستین میبینیم که گلاس آب هم پیش یک گذاشتیه، حالا 2 یا 3 لقمه غذای میخوره، باز یک نصف گلاس آب میخوره، این واقعا درسته؟ مناسبه؟ اگه نفر مشکلات معده نداشته باشه، اینقدر مشکل نداره. یک مشکلی که مایعات بین غذا وجود میاره، سبب رقیق شدن خود اسیدی که از معده افراز میشه، سبب از اون میشه که او رقیق شه و غذا صحیح هضم نکنه. ما اگه مثلا 1 ساعت قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذا اگه از مایعات استفاده کنیم، او نتیجه بهتر میده. خب اگر همزمان چای و چیزی بخوریم، خدیم غذا خدیم بخوریم، چای و غذا، چای بیشتر سبب از بین بردن بعضی ویتامین ها و به خصوص فولیک اسید و فروسلفات که برای کمخونیه، مواد غذایی که ما با شما میخوریم و شامل بعضی ویتامین ها و مثلا فروسلفات، فولیک اسید اینا باشه، چای که بالای از این بخوریم سبب از بین بردن از اینا میشه و کم کم سبب کمخونی و کمبود بعضی ویتامین ها میشه. پس این سریایی که ما پشت مثلا سر غذا همزمان چای خوردیم که مبادا که اذان میدن، دیگه هرچی ویتامین بوده از بین رفته دیگه، این خود مجبوریه دیگه. وقت نمیشه که اگه ما و شما خواسته باشیم از 2 بجه شب بیدار شیم و تا 4-5 بجه شب
تا 4:30 مثلا اذان بدن اگه بشینیم باز سبب مختل شدن کارهای روزانه ما میشه به اثر از اینکه خواب آلوده ایم. یک ماه استثنایی دیگه مجبوریه. البته یک چیز میتونیم اشاره با شما بکنیم که نسبت به دیگه وعده های غذایی که هست یا بالاخره حتی شامل نوشیدنی یا کمین چای هم میشه، چای سحری کمتر معمولا میخوریم همه این با شما، نهایت یک گلاس یا دو گلاس میخوریم. اما دیگه وقت که هست مینیم مالا نصف فلاکس چای دیگه یا 3-4 پیاله چای میخوریم که او شاید منظور شما باشه که حداقل برای از بین بردن برخی از ویتامین ها او تاثیر منفی میگذاره، درسته؟ بله بله. بسیار خوب عزیزان بیننده، اشاره مجدد داشته باشون به موضوع برنامه. شما برنامه سلامت رو دنبال میکنین از تلویزیون میراج و همچنان رادیوی میراج فرکانس 94.1 FM. و اگر دوست دارین که از ابتدای برنامه صحبت های جناب دکتر صاحب امینی رو بشنوین، میتونین که به یوتیوب تلویزیون میراج هم سر بزنین و برنامه سلامت جستجو بکنین و همچنان برنامه ای که مربوط میشه به امروزمان که موضوعی هست تغذیه مناسب بعد از ماه مبارک رمضان. در آخرین برنامه از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و میخواییم که بیشتر در این برنامه از جناب دکتر صاحب بشنوین که بعد از ماه مبارک رمضان چگونه یک تغذیه مناسب داشته باشیم یا چگونه حداقل یک برنامه‌ریزی داشته باشیم برای رژیم غذایی خود و برای استفاده از نوع غذاهای مختلف، که همونطوری که حالا در ماه مبارک رمضان تلاش میکنین تا غذای منظم میل بکنین یا اینکه برنامه‌ریزی منظم برای نوشیدنی‌ها و خوردن غذاها داشته باشیم، بعد از ماه مبارک رمضان هم همینطور ادامه داشته باشه. جناب دکتر صاحب امینی، حالا ما در کنار غذاها، در کنار نوشیدنی‌ها در ماه مبارک رمضان یا بعد از ماه مبارک رمضان ما لبنیات هم داریم. ماست هست، شیر هست، بالاخره دوغ هست، باز بخصوص که فصل گرما هست، در کنار این باز سرشیر و چکه و امثال اینا هم هست. در مجموع گفته میشه همیشه وقت که ماست بخوریم، دوغ بخوریم فایده داره، لبنیات در مجموع فایده داره. همین طریقه درست استفاده از لبنیات چگونه هست؟ خود بدن انسان را که ما و شما در نظر بگیریم نیازهای مهم داره از هر بخش مواد غذایی که ما پیشتر گفتم، که از جمله از اونها یک لبنیات. بله. که خود لبنیات سبب از این میشه که کلسیم و مگنیزیم و بعضی املاح اینا که به داخل شیر و ماست و پنیر لبنیات هست، بدن ما به اندازه کافی اگه بتونیم از لبنیات استفاده کنیم، مقدار مورد ضرورت خور میتونه که از اونا بگیره. مثلا ما اگه بتونیم صبحانه یک گلاس یا دو گلاس شیر استفاده کنیم، یک وعده خوب، یک صبحانه خوب میشه. و یا مثلا دو قرار اگه بتونیم چاشت استفاده کنیم، ماست را اگه بتونیم شب استفاده کنیم، بله، خود از این سبب از این میشه که کمبودی که از کلسیم و بعضی املاح داریم بدن خود تکمیل میکنه. و مثلا خود شیر سبب از این میشه که کلسیمی که داره جذب شه و با استخوان سازی ما و شما بیشتر کمک کنه. حتی مثلا دوغ بر علاوه که کلسیم خود داره سبب از این میشه که هم کلسیم و اینا تکمیل شه و هم به خاطر که آب زیاد داره مایعات بدن رو تکمیل کنه. و خود ماست هم همین رقم، حتی کسی اگه ماست شب هر شب استفاده کنه میتونه یک خواب آرامتر و بهترتر داشته باشه. چه قشنگ واقعا. یعنی اینقدر ماست تاثیر داره ها؟ بله. ما اگه مثلا متاسفانه که ما بعضی مواد غذایی مثلا به ماه مبارک رمضان آنقدر خورما و آب و لیمو میخوریم که به 11 ماه دیگه هیچی نمیخوریم. واقعیته. بله. ما اگه بتونیم مثلا روزانه یک دانه یا دو دانه خورما همیشه بخوریم یا مثلا آب لیمو اگه بتونیم طبیعی باشه خب بهتره، روزمره مثلا یک گلاس اگه بخوریم، خود آب لیمو جدار داخلی معده شستشو میده. آها. و بعض میکروب ها و بعض امراض از بین میبره. اما متاسفانه که به ماه رمضان که شد روز دو گلاس سه گلاس میخوریم، اما با 11 ماه دیگه خیلی کم مثلا باید یک ختم قرآن جایی باشه که ما و شما از خورما یا آب لیمو استفاده کنیم. اگه بتونیم به طور متواتر از مواد غذایی که بدن ضرورت داره کم بگیریم، همیشه بگیریم، هیچ وقت نیاز به دکتر و دواخانه و اینا نمیشه.
میتونیم در مجموع جناب امینی صاحب، پس میتونیم که طبیب خود ما باشیم دیگه. وقتی در قسمت مایات رنمایی های قشنگی کردیم که میگین یک نظم بدیم برای خوردن نوشیدنی ها و برای خوردن غذاها و برای خوردن لبنیات، پس اینا دیگه تاثیر مثبت خود داره. یعنی میتونیم که حداقل یک تقسیم اوقات منظم داشته باشین که به کدام وقت چی بخورین که فرد سالمی باشین. بر اساس قانون ترمودینامیک علم فیزیک، انرژی خود به خود به دست نمیره یا به خود به خود از بین نمیره. اگه ما به طور منظم مواد غذایی که بدن ضرورت داره بگیریم، به مو اساسه که ما مواد غذایی میگیریم و فعالیت روزمره خورم داشته باشیم، هیچ وقت انرژی اضافه ذخیره نمیشه و سبب امراض نمیشه. ما مثلا روزانه 500 کیلوکالری اگه ما مواد غذایی بگیریم و پس بتونیم 500 یا 600 کیلوکالری انرژی مصرف کنیم، سبب از این میشه که نه چربی اضافه بدن ما و شما ذخیره بشه معنی. و نه امراض به وجود بیایه. طبق گفته خود شما، اگه ما مواد غذایی خود به طور منظم تقسیم اوقات داشته باشیم که از چی استفاده کنیم و چی اندازه استفاده کنیم، هیچ وقت نیاز به دوا و دکتر رو اینا نمیشه. اما متاسفانه که اگه ماه روزه مثلا ما با شما ببینیم که از آب لیمو و خورما چی اندازه استفاده میکنیم و بعد از او اگه ما زیاد پرخوری کنیم، خود پرخوری سبب بعضی امراض میشه. مثلا سیستم هضمی تا اندازه مختل میکنه و سبب امراض میشه. سیستم عقلی عصبی، سیستم مثلا قلبی عروقی که خود چربی های اضافه سبب بعضی از امراض میشه. پس اگه ما بتونیم به طور منظم از مواد غذایی که به دسترس ما و شما هست تغذیه کنیم، هیچ مشکلی به بار نمیایه. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما وقتی از غذاهای آماده شده داریم صحبت میکنیم که یا به خانه تهیه میشه یا از بیرون غذایی میگیریم، غذای آماده شده، خب به گفته شما هم فواید خود داره و در کنار این بعضی از غذاهای سرخ کردنی نقص خود هم داره، یعنی ضرر خود هم داره. حالا این وقتی ما یک غذای طبیعی میخوریم و یک غذای که بیشتر از او سبزیجات هست یا بالاخره لبنیات هست یا امثال اینها که با عنوان غذای طبیعی از او نام برده میشه، چه فواید داره و چه اصلا چه خصوصیات داره این غذای طبیعی؟ ما و شما اگه بتونیم از غذاهای طبیعی که استفاده کنیم، کنسرو شده نباشه یا از مواد نگهدارنده در از او غذا استفاده نشده باشه، سبب امراض نمیشه. مثلا ما و شما اگه از مواد کنسرو شده استفاده کنیم، اونا به دلیل از این که بعضی مواد اضافی به خاطر که اونا خراب نشه، بزو خاطر اونا خود اما مواد نگهدارنده سبب بعضی از امراض به بدن ما و شما میشه. یا مثلا یک چی که هست، فست فود ها فعلا زیاد هم رایج هست به بین ما و شما ها. دقیقاً فست فود ها چربی از اونا یک چربی خوب نیه و مواد سودیمی یا نمک از اونا بیشتره که خود نمک و چربی سبب بعضی از امراض برای بدن ما و شما میشه. من سوال دقیقا اینجا یادداشت داشتم در کنار اینکه از بحث نوشیدنی ها میخواستم مشخصا بپرسم، مسئله فست فود ها هم بود. شما چه خوب شد که اشاره کردیم. واقعا نباید هیچ استفاده کرد از فست فود؟ استفاده خود تا حد امکان اگه استفاده نکنیم بهتره. غذایی که خود ما و شما به خانه استفاده میکنیم و پخت و پز میکنیم، از نظر بهداشت هم بهترتره، از نظر مثلا روغن و نمک و چیزی که استفاده میکنم به داخل از او برای لذت از او به اندازه او سبب امراض نمیشه. اما متاسفانه که به بازار که هست یا به رستوران ها هست، اول نظافت از اونا درست شاید مراعات نشه و بعد از او اونا به خاطر خوشمزه کردن غذا خو از نمک و بعضی ادویجات استفاده میکنن که او برای بدن ما و شما تا اندازه مضره. بله، بسیار خوب دکتر صاحب. یک قسمتی که فکر میکنم از برنامه سلامت خیلی مهم باشه و خیلی ها هم دوست دارن که در ارتباط با او بشنوند، مسئله نوشیدنی ها هست.
ما و شما همگی برای ما مشخصه که قبل از رمضان انرژی باب، نوشیدنی های مختلف، بالاخره حتی چای، اینها زیاد مورد استفاده همه مردم هست و زیاد هم مورد استفاده قرار میگیره. حالا بعد از ماه مبارک رمضان چگونه از این نوشیدنی ها استفاده کرد؟ حالا خواهیم نخواهیم بالاخره فرد میره یک نوشیدنی استفاده میکنه، میخوره، یک انرژی بخواه میگیره، بالاخره یا چای زیاد میخوره یا به گفته شما مثلا مایات زیاد استفاده میکنه. همین طریقه منظم بودن از این چگونه باید در نظر بگیره که برای از او نقص هم نداشته باشه؟ خود نوشیدنی ها خود طبق گفته شما عضو مایات میباشه که اگه چای و آب میوه طبیعی و اینا باشه خواهی هیچ مشکلی به بدن به وجود نمیاره، اما متاسفانه نوشابه های گازدار و انرژی ها به سبب از این که اونا به ترکیب از اونا شکر زیاده و خود شیرینی باب بعضی عوارضی به بدن ما و شما به وجود میاره. طبق از این که ما و شما به ماه مبارک رمضان انرژی باب و نوشابجات کمتر استفاده کردیم، اگه بتونیم بعد از ماه مبارک رمضان هم از نوشیدنی های طبیعی مثلا آب پاک، چای، آب میوه طبیعی از اینا استفاده کنیم بهترتره. اما نوشیدنی های گازدار و انرژی باب اگه کم استفاده کنیم آنقدر نقص نمیرسن به بدن، اما اگه روزمره و روزانه چند قوطی از او استفاده کردیم او خود از او سبب چرقی و اضافه وزن و چربی های اضافه رو به بدن ما و شما زیاد تولید میکنه، به خاطر که هر یک قوطی مثلا پیپسی یا انرژی بین 35 تا 50 گرم به ترکیب از او شکر یا مواد قندی وجود داره. پس به این خاطر که توضیح بیشتر میکنین که کمتر استفاده بشه. ما اگه مثلا به رژیم غذایی خود خوب بتونیم از شیرینیجات و روغنی باب چربی ها اینا کمتر استفاده کنیم، سبب شادابی و تندرستی خود ما و شما میشه. استفاده باید بکنیم به اندازه، مثلا اگه ما روز 10 گرم 20 گرم یا 50 گرم شکر ضرورت داریم، اگه او را آمدیم 500 گرم یا مثلا 200 گرم شکر یا چربی را اضافه مصرف کردیم، خود از او سبب انباشته شدن به بدن میشه و انباشته شدن خود شکر یا مواد قندی سبب از این میشه که باز اون را تبدیل شه به چربی و چربی های اضافه سبب بعضی امراض و اضافه وزن میشه. بسیار خوب، تشکر جناب دکتر صاحب. من آخرین سوال را شما پرسان میکنم به خاطر از اینکه وقت برنامه هم رو به اتمام هست. دکتر صاحب امینی، حالا ما از نوشیدنی ها و خوردنی ها و غذای مناسب و غذای طبیعی و همچنان اینکه بخش های مختلف غذاهای که ما مورد استفاده قرار میدین صحبت کردین، اما یک موردی که خیلی مهمه خود همین ورزش یا دویش یا ورزش کردن، چگونه ما در نظر بگیریم که هم بتونیم برای بدن خود حداقل غذایی که از او استفاده میکنیم رو هضم بسازیم، همی که بالاخره یک فرد سالمی باشیم، چقدر تاثیر میگذاره واقعا برای بدن ما، برای وجود ما، برای استفاده از غذاهایی که سنگین هست اونا هضم بشه؟ ما اگه بتونیم اول خب 5 وقت نماز خود رو ادا کنیم، خود از یک ورزش خوبیه برای ما مسلمان ها، و بر علاوه از او اگه بتونیم حداقل روز نیم ساعت تا 1 ساعت ورزش کنیم، مثلا کم دویدن، پیاده روی، کم تستر رو بریم یا بعضی از دیگه ورزش ها که هست، اگه بتونیم ما و شما روز 1 ساعت از اونها استفاده کنیم و ورزش کنیم، خود از این سبب عظیم میشه که مواد اضافه که ما روزمره مثلا از مواد غذایی گرفتیم و انرژی اضافه جذب شده، سبب عظیم میشه که او انرژی مصرف فرسه و مصرف شدن انرژی های اضافه سبب تندرستی خود بدن میشه. و مثلا ما 500 کیلو کالوری اگه مواد غذایی گرفتیم به یک روز، از او 200 تا 300 کیلو کالوری به روزمره مصرف شه، و اگه بتونیم مثلا 1 ساعت دیگر ما صبحانه یا چاش هر وقت وقت داریم ورزش کنیم، 1 ساعت تقریبا میشه که همون 200 یا 300 کیلو کالوری اضافه که ما گرفتیم و ذخیره شده و بدن او مصرف فرسه و ذخیره نشه به بدن. بله، پس به این اساس یعنی ورزش قدر تاثیر داره؟ ورزش بله ورزش تاثیر داره. ما خب گفتم پیشتر که به اساس قانون فیزیک ما اگه انرژی که میگیریم
مصرف بشه سبب امراض و اینا نمیشه. اگه مصرف نشه سبب از این میشه کم کم اما انرژی ها به بدن ذخیره بشه و تبدیل به چربی و تبدیل به امراض و اینا بشه که باز در سنهای پایین شاید اینقدر عوارض نداشته باشه، اما در سنهای بالا مثلا از 40 یا 50 و بالا سبب بعضی از امراض میشه که باز مشکلات وجود میاره و ما و شما رو باز محتاج میکنه به دکتر و دواخانه و دوا خوردن. بله، تشکر جناب دکتر صاحب از اینکه به استدیو رادیو تلویزیون معراج تشریف آوردین و در ارتباط به تغذیه مناسب بعد از ماه مبارک رمضان صحبت کردین. تشکر از شما جناب دکتر صاحب. تشکر از شما و همکاران گرامی شما. امید به خدا که شنوندگان و بینندگان از این برنامه ما و شما یک فایده بگیرن و بتونن یک تغذیه مناسب داشته باشن ان شاء الله. از جناب محترم دکتر صاحب عبدالواسع امینی معالج امراض داخله ممنون و سپاسگزاریم که تشریف آوردن به استدیو رادیو تلویزیون معراج و به برنامه سلامت، و همچنان از همه شما عزیزان شنونده هم ممنون و سپاسگزاریم که هم شنونده بودین از طریق رادیو معراج و همچنان هم بیننده بودین از طریق دریچه تلویزیون معراج یا اینکه از یوتیوب تلویزیون معراج ما رو دنبال میکنین. امیدواریم برنامه سلامت امروزمان مورد پسند شما قرار گرفته باشه و با گفته دکتر صاحب امینی حداقل استفاده برده باشین و از معلوماتی که برای شما داده شد به خوبی استفاده بکنین تا اینکه یک فرد سالم، یک فرد با انرژی باشه. تا برنامه سلامت و برنامه بعدی که انشاءالله رحمان در روزهای آینده خواهیم داشت، شما را به علای بی‌نیاز می‌سپاریم. وقت بر همه شما خوش. خدا نگهدار شما.